با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. با ادامه بیکاری و اوضاع بد اقتصادی افغانستان در سالهای آینده با مشکلات بیشتر در این بخش ها روبرو خواهند شد. گزارش تازه توسعه بشری سازمان ملل متحد که در 188 کشور جهان انجام شده است نشان می دهد که با وجود افزایش روزافزون جمعیت در کشور زمینه های کار رو به کاهش است. مسئولان برنامه توسعه سازمان ملل متحد یافته های این گزارش را در بخش نبود زمینه های کار در کشور، وجود تبعیض فراراه زنان کارگر و استخدام کودکان در کارهای شاق بسیار نگران کننده می دانند و می گویند که حکومت افغانستان باید راهکار ملی کار را در کشور به گونه لازم عملی سازد. آنان میگویند که برای حل بنیادی بیکاری در کشور زمینه های رشد سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی فراهم شود. زبیولا جهانمل گزارش میدهد. گزارش تازه توسعه بشری سازمان ملل افغانستان در میان 188 کشور جهان در انکشاف بشری در رده 171 قرار دارد. بر بنیاد این گزارش، نبود مهارت های فنی کار، نابرابری حقوق کارمندان، عملی نشدن قانون کار و نابرابری امتیازها برای کارگران زن و مرد و افزایش روز افزون جمعیت کشور از علت های افزایش بیکاری در کشور. شما می دانید که با در نظر داشت کاهش کمک ها در چند سال آینده تأثیرات بد بر اوضاع اقتصادی و زمینه های کار خواهند داشت و بدون شک این کار ناداری را در کشور بیشتر خواهد کرد. فعلا در حدود 22% از قوای بشری فعال جامعه ما متاسفانه که بیکار هستند و در ضمن در حدود 16% متاسفانه که از کار خوب برخوردار نیستند. از سوی مسئولان سازمان ملل، رای حل بنیادی بیکاری در کشور را وابسته به صلح و ثبات در کشور می داند. صلح یک اعتماد را برای سرمایه گذاری ها با وجود می آورد و این کار سبب رشد اقتصادی در کشور می شود و در نهایت این کار سبب افزایش زمینه های کار و بهبود رشد اقتصادی خانواده ها می شود. از سوی هم در گزارش توسعه بشری سازمان ملل آمده است که اکنون هم بیش از 160 میلیون کودک در سراسر جهان به جای فراگیری آموزش برای کار کردن در بازار کار سوق داده می شود و بر بنیاد این گزارش در شمار زیادی از کشورهای منطقه زنان کارگر نمی توانند مزدشان را پس از انجام کار بگیرند.